بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. هموطنان گرامی و عزیز، مردم دردمند و رنج کشیده ایمان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. می خواهیم که نخست 102 سال روز استرداد استقلال کشور عزیزمان را به فرد فرد شما تبریک عرض بکنم و همچنان عاشورای حسینی که این درس انسانیت، حوریت، آزادی و استادگی خون بر شمشیر و بالاخره حماسی را بر ما آموخت به تک تک شما تهنیت عرض بکنم. میدانم عزیزان که روزهای سختی و پر از مشقت و مصیبت را پشت سر گذاشتندین و دارد که روزهای سخت و دشوار توأم با ترس و خوف و دلارگی را پشت سر میگذرانید. امیدوار هستم که همه سختی ها و دشواری ها بگذرد و یک روز شاهد رفاه، آزادی و خوشی های شما بوده باشیم. دوستان عزیز، 20 سال قبل ناتو و امریکا بدون اجازه ما و شما وارد افغانستان شدند و بعد از 20 سال نیز به اجازه ما شما نیاز نداشتند که خارج شدند. شما میدانید که اینها با برنامه های استعمار گرایانه و منافع ملی خودشان وارد افغانستان شده بودند و اهدافی را که در منطقه آسیا، آسیای مرکزی و آسیای جنوبی داشتند راه انداختن و پیش بردن. زمانی که منافعشان در افغانستان ختم شد، البته قسمی که پیشتر گفتم، بدون اجازه آمده بودن و به اجازه کسی هم نیاز نداشتن، دوباره خارج شدن. البته این خروج، خروج غیر مسئولانه و خروج عجولانه و خروجی که ملت ما را و یک ملت و یک کشور را به تباهی کشاند تمام شد. امروز فجایع و وحشت و دلورگی مردم را به چشم سر می‌بینیم. افغانستان 10,000، 20,000 یا 100,000 نفر نفوذش نیست که غربی ها بیرون کنند و بقیه 35 میلیون مردم ما به هر سرنوشتی که دچار شد بر اینا باکی نبوده باشه و خم ابرو هم نتن. مردم ما حق دارن که آرام زندگی بکنن و آرام زیست بکنن، ولی به هر حال دموکراسی که اینا میگفتن دروغ است، ملت سازی که گفتن دروغ است و رفاه و آسایش و توجه به زیر ساخت ها و زیر بناها که گفتن همه دروغ بود. آمدن برای منافع خودشان ملت افغانستان را تنها گذاشتن، تنها ریا کردن و رفتن. 20 سالی که من پیشتر عرض کردم که اینا آمدن، 20 سال حکومت دست نشانده اینها با حمایت و زیر چتر اینا علیه مجاهدین، علیه رهبران، علیه شخصیت های نخبه، صاحب پایگاه، آنانی که بیس مردمی و پایگاه مردمی داشتن، توطیه کردن، دسیسه چیدن، ترور کردن، کشتن، ترور شخصیت کردن و بار بار توطیه های اینا علیه تعداد این شخصیت ها ناکام شدن. لقب های زشترین لقب ها را با آدرس ما حواله کردن. جنگ سالار ما را گفتن، وارلاد ما را گفتن، ناقضین حقوق بشر ما را گفتن، قاتلین ما را گفتن، بی سواد ما را گفتن، هر آن چیزی که یاد داشتن با آدرس ما حواله کردن. ولی این مجاهدین بود که تحمل کرد. هیچ رهبر قومی، هیچ رهبر حزبی از هجوم و تبلیغات یا موج تبلیغات توفنده اینا مسئول نماندن و نبودن. این ماها بودیم که در 20 سال تاب آوردیم، چون ملت با ما بود، خدا با ما بود که در توطیه ها اینا ناکام ماندن. مردم های بیریشه را آوردن، مردم های بیپایگار آوردن،
مردمایی که وابستگی به خودشان داشتند از اروپا و امریکا آوردن بر گرده های مردم ما سوار کردن، یا مدت 20 سال بر گرده های مردم اینا سوار باقی ماندن، استفاده کردن، بهره گرفتن، دزدیدن، از اینا جز از این بیریشه های بی پایگاه و بی قوم و بی که در فرهنگ مردم ما در جغرافی ما بلد نبودن جز تعصب، نفاق، مشکلات قومی، دزدی، فساد اخلاقی، فساد اداری، فساد در حکومت داری، انحصار، هیچ چیز دیگه از اینا، هیچ چیز خوبی از اینا میراث با جامعه ما میراث نمانده. عدالت اجتماعی تامین نشد. وحدت ملی به شکل واقعیش تمثیل نشد. دموکراسی که اینا میگفتن به شکل درستش تمثیل نشد. نفاق، افتراق قومی هنوز چاقتر شد. برادری و برابری تامین نشد، رعایت نشد. اجماع ملی که یکی از نیاز مبرم مردم ما بود، این اجماع به هیچ شکل در هیچ شرایط عملی نشد. اجماع ملی برای شعار داده میشد، برای اجماع ملی شعار داده میشد، ولی هیچ وقت عملی نشد متاسفانه. وحدت ملی میگفتند، از اقوام منش دیکور استفاده میشد، ولی هیچ وقت قدرت به شکل عادلانه تقسیم نشد. تمرکز قدرت، فساد و تمرکز فساد در ارگ و در حلقه خاص همیشه وابسته باقی ماند. همچنان که ما همیشه میگفتیم جمهوریت 3 نفره، بدون شک 3 نفره بود. چرا ما 5 نفره نمیگفتیم؟ 3 نفره یعنی رئیس جمهور اشرف غنی، آقای محب و آقای فضلی. چرا 5 نفره نمیگفتیم معاون اول و دوم؟ شما میدونید که معاون اول و دوم صلاحیت نداشتن، فقط یکیش از یک قوم و یکیش از یک قوم نشی دیکور استفاده میشد، گرچه اونا اکت های داشتن قدرت را میکردن، اکت های داشتن شراکت و سهم در تصمیم گیری کلان و بلند و بزرگ ملی را میکردن، اما ما میدونیم که اینا شامل قدرت نبودن. دیدیم که وقتی که رئیس جمهور فرار کرد با 52 نفر از نزدیکان خود، معاون اول و دوم خود را رها کردن و یک روز هم نه معاون اول و نه معاون دوم برای 1 ساعت هم سرپرست این نشدن. معلوم بود که در اینجا صداقت و کاری با همی و برادری طبق قانون وجود نداشت. برحال گرچه از نظر عیاری خوب نیست که ما پشت سر کسانی که فرار کردن حرف بزنیم، ولی از ما همیشه حرفایی بود که در مورد جمهوریت 3 نفره، در مورد عدم عدالت اجتماعی، عدم عدالت سیاسی و مورد زیاد واضح میگفتیم و استادگی های مرم در برابر ارگ همیتان میدانین و عملا استادگی کردیم و استادگی میکردیم. یکی از موانع بزرگی که اینا در پولی که در اجماع ملی هیچ علاقه هم نداشتن، در این امر مهم علاقه نداشتن، علاقه نشان نمیدادن، اینا چالش بسیار بزرگ در برابر صلح بودن. صلح را اینا ناکام ساختن، نگذاشتن که صلح کامیاب شود. پروسه صلح را یکی از موانع بزرگ که خود طالبا بود و بزرگتر از طالبا، چالش و موانع در برابر عمل شدن پروسه صلح یا نتیجه دادن این روند که ملی که همه مردم ما دور نیازمند بود، خود جمهوریت 3 نفره بود. متاسفانه ضررش امروز ما شما دیدیم. چیز دیگری که من میخوایم بگویم کلانکاری های اینا، کلانکاری های بالاتر از زور و توانشان، فهم غلطشان از شرایط عینی جامعه، فهم غلطشان که اتکا به کمک جامعه جانی داشتن، عرفای کلانتر از دهان خود میزدن که خارجی ها برای ما توانایی داریم، ما اردو داریم، ما اردو 350,000 نفری داریم، اما از درون خبر نبودن. مثل دوره امپراتوری سلطان محمد خوارزمشاهی که یک امپراتوری قدرتمندی بود، از درون موریانه خور شده بود و ضعف و ناتوانی در قوایش فرار گرفته بود. با یک هجوم و حرکت چنگیز این امپراتوری از هم پاشید. من برایشان بارها گفته بودم که شما با داشتن نیروی خود ننازین، شما متوجه باشین
که ما در حوادث مختلف شریک بودیم، در تاریخ افغانستان شریک عینی عملی بودیم. سقوط دکتر نجیب شاهد بودیم که نیم میلیون قدرت داشت، توپ و تانک و راکت هایش، افسرها و جنرال های با تجربهش چقدر توانایی و قدرت جنگی داشت، وقتی که زن پاشید از میدان اوی فرار نتانست. پریشانی را بار بار گفته بودیم. مردم عزیز، شما یه حرفای مرا شنیدین و گفتیم که مجاهدین حکومت گرفتن، تجربه جنگ های چریکی و گریلایی داشتن و در پول قدرت دولتی را گرفتن و تجربه حکومت را پیدا کردن، تجربه جنگ های جبهی را پیدا کردن. اما وقتی که شکست، اگر پنشیر نمی بود، قهرمان ملی ربانی شهید، استاد ربانی شهید نمی بود، دیگر مقامات هم ممکن شکل نمی گرفت. گفتم که این سه تجربه را ما داریم، شما از این اکنون قبل از خروج خارجی ها آمده شوین، تدابیری داشته باشین، اجماع ملی واقعی به میان بیارین، بسیج ملی به میان بیارین، مورال قوای مسلم ها که بعد از برآمدن خارجی ها پایین میاد بالا ببرین و تعدادشان از نظر کمیت پایین از ایره با بسیج و هماهنگی رهبرا و سری ساختنشان در قدرت شما این کمیت بالا ببرین، تکمیل بکنین. اما گوش شنوا وجود نداشت، چون بسیار مغرور بودن، از وضعیت نمیدانستن. زمانی که جنگ فرا رسید توان با توتیه، شما دیدین که ورسوالی ها پای هم بدون جنگ برای طالبات تسلیم میشد، برای طالبات تسلیم داده میشد. ما یک روز در چندین مصاحبه خود، یک روز در روزه مبارک در یک صحبت خود گفتم که اگر ما اجماع تشکیل بدیم، از این به حال تدابیر بگیریم، آمادگی داشته باشیم، کمبودات و نواقص خود، اشتباهات خود، خالیگاه خود پر بکنیم، جلویش بگیریم، حداقل 50% از جغرافیای طالب میتونیم بگیریم، به شرطی که اینی کارا صورت بگیره. و اینم گفتم که برعکسش ما آسیب کلان میبینیم. اما متاسفانه توجه نشد. برعکس ولسوالی ها واگذار شدن به طالب ها، دیپوها، بیزها، مهمات، تانک ها، وسایل، تجهیزات بسیار مدرن در اختیار طالب ها قرار گرفت. طالب ها روز به روز جغرافیش هم بیشتر شد، نفوذش هم بیشتر شده رفت. ولی برعکس این حکومت بود که توان خود با گذشت هر روز از دست داده می رفت، قابلیت ها و ظرفیت های جنگی را از دست داده می رفت و روحیه به خواهی مسئله وجود نداشت. هر روز در هر جای بدون جنگ مناطق را اینا تسلیم می دادن. شما می دانید که ما را خیلی سلا کرده بودن. ما با امیدی که 20 سال قبل نظام آمده، حاکمیت آمده، حکومت همه شمول به میان می آید که از نتیجه بون بر وفق مراد همه مردم افغانستان گویا بود، ما با علاقمندی صلاح خود تسلیم دادیم. به نام دیدیار صلاح ما را گرفتن، به نام دایاک صلاح ما را گرفتن، دستان ما خالی. ای طرف تبلیغات جنگ سالار و ناقضین حقوق بشر و منزیب کردن ها علیه ما روان بود و او طرف طالب هم دوباره رشد کردن، در یه آخر هم صلاح و تجهیزات بیشتر به اونا داده شد و این حکومت حسود و بخیل و حریص حاضر نبودن که ما را مسلح بکنن، حاضر نبودن که تجهیزات خوبتر به اختیار ما بگذارن. ما احزاب سیاسی برایشان گفتیم که دوست عزیز، ای تو فکر کنین که یک گلسولی سقوط کردن، امی تانک برابر یک تانک ها یک برابر یک گلسولی در اختیار ما بگذارن، یک 10-15 تا 20 تا تانک در اختیار ما قرار بدین، هم قسم در اختیار مارشال صاحب دوستم و هم قسم در استاد صاحب محقه و در اختیار اعضای سیاسی که در شمال بودن و حضور داشتن و آمده رزم بودن، ولی دستشان خالی بود، حاضر نبودن که کارا بکنن، حاضر نبودن در ما مهمات بدن. به خدا قسم دو ما جنگ دیدیم، تقریبا 10 روز جنگ بسیار خونین هم بود، یک مرمی راکت با ما حاضر نشدن بدن، با وجود که سنگینی جنگ هم به دوش مردم بود، به دوش ما بودن. یک مرمی توپ حاضر نشدن با ما بدن، یک دانه، یعنی که یک الف کش میکنی یک دانه، یک به حساب مقیاس بگویم، مقیاس وایدش که یک فایر، یک مرمی این آوان ندادن، سلاح شکل با ما ندادن، یک چند تا کونه سلاح دادن که از کار نبود. بعدها دو روز پیش از سقوط ولایت بلخ 300 میل سلاح M16 به ما دادن. دو روز تلاش کردیم تا لحظه سقوطه که این سلاح خو
بدون مرمی مثل که یک سوته چوب چوپان بوده باشه. این خاطر کار گفتن نمیشه. مرمی شه بده. گفتن این مرمی شه صبح میده. صبح نفر روان کردیم تا بعد از شام به قلورده انتظار کشیدن. دوباره آمدن بدون مرمی امشان زد. شما فکر کنید. از این سال ما با همه کس توضیح کرده بودیم. یک مرمی M16 به دست نیاوردیم در پولی که گفتم در مدت دو ماه جنگ و در روز جنگ های شدید هیچ دو مرمی به ما دادن نشده بود. شما میدونید که ما مسئولیت جنگی نداشتیم، تجهیزات جنگی نداشتیم، گرچه مردم از ما توقع داشت. من قماندان قلوردو بودم، من وزیر داخله و دفاع بودم و نه هم مسئول شورای امنیت بودم و نه هم سرقماندان اعلا بودم و نه هم توپ و تانک و ذخیره دولت و نه هم از نظر لوجستیکی کدام دیپو یا بانک در اختیار ما بود که ما از همه این تجهیزات امکانات استفاده میکردیم و حداقل جنگ نیمه متعارف تجهیزات میداشتیم در برابر مخالفین خود یا دشمنان خود میجنگیدیم. همه این چیزا در اختیار ما قرار نداشت، ولی ما با ملت خود تعهد داشتیم تا پای مرگ جنگیدیم. به خط اول خود ما رفتیم، در میان آتش رفتیم. روز اخیری که کمربند سقوط کرد من خودم رفتم. پیش چشمای 5 متری کایس محمد رحیم کریم ما بود، همکارای ما کریم ما بود، تعداد از فرماندهان شاید در فیلمش دیده باشین کریم ما بود. 5 متری به پیش چشمم که بچهای ما کریم ما بود، فاروق نور اینا. پیش چشمم یک محافظتیم شهید شد، یکی زخمی شد. 5 متری. ولی بعد اون لحظه مصاحبه می‌دادم، نخواستم که مصاحبه ما خراب شود. مصاحبه نه یک گزارش برای مردم دادیم و در جریان فیرها و آمده مرمی های مثل آتش که مرمی می آمد از ما این قدر ساخته بود. اما در آخرین لحظات توطیه هم قدر گسترده بود. ما دیگه از توطیه هم می گفتن برای ما، ولی علاقه من بودم که نه می جنگیم، ادای مسئولیت می کنیم. ما رو می گفتن که برای این توطیه است که شما را بدام مندازن، مثل که جناب امیر صاحب بزرگوار سردار جهاد هریوار، سردار جهاد هرات، هرات باستان توطیه کردن در قلوردو، بسته کردن، توفه گرفتن و طالب ها دادن، ولی خدا نگاش کرد و خانی هم و طالب هم آباد که کمی مروت و مردانگی کردن در حق امیر صاحب و تشکر از برادر هرات که همکاری کردن، امیر صاحب از هرات کشیدن. سرنوشت ما را میخواستن چونین بسازن که غرور ما بشکنه و در برابر ما که ساد شویم و با گردن پد و عاجزانه حرفای داشته باشیم. این در شأن ما نبود. ما کمی متوجه بودیم. در ظرف 10 دقیقه خطوط اول از جانب قوای مسلح تخلیه شد. در ظرف 10 دقیقه قلوردو با تمام توپ و تانکش تخلیه شد. ولی ما هنوزم مصروفی بودیم که نخط می‌دازیم. خدا خیر بده وزیر صاحب دفاع را به ما زنگ زد که گپ ختم است، توطیه است، برای حرکت کن. ما گفتم که من جنگ میکنم، در داخل شهر جنگ نمیکنم. یک کمربند دیگه با یادگار میندازم تا شرک آزادی و تا سرک قلوردو. یک جنگ دیگه اینجا میکنم، اگر اینجا خدای نخواسته شکست خوردم در کوه تدابیر خدا دار میرم با کوه مثل سابق میجنگم. گفت نرو بکن. ما گفتم جناب رئیس یک هلیکوپتر میتونی باز با من روان کنی که حداقل بولتی یا بیتری مخابره با من بیاره، 4 تا مرمی بیاره، من مقاومت خود دوام میدم. گفت گپ از گپ پاشیده توطیه است، ما عذر میکنم، برادرانه عذر میکنم، برای من تشکر میکنم از جناب وزیر صاحب دفاع که واقعا به ما گفتن. جناب استاد صاحب محقق زنگ زدن، گفت قصه ختم است، توطیه واضح هست. ما گفتم کو میرم اگر نیه جنگ نتونستیم. البته قصه های مادراز از کوتا بهتر میگم. استاد صاحب محقق هم گفت که ما برادرانه خواهش میکنم که قصه تمام است، بخی برای و بیرون برای. ما شار شب زنگ زدم. مرساس صاحب قبلا هم موافقه مهمی بود که قسمت بچه ها رو وضعیت خوب بود، روان میکنیم با کوه، روان کردیم پیشی که سنگربندی کردیم میریم با کوه. اگر دیدیم که توطیه گسترده است، اگر کدام مشکل دیگه وجود داره، بعد خوب است که برایم بیرون. مرساس صاحب یک وقت سر من صدا کرد تلفن که ما به دورای ایرتان هستم، لطفا بیا به طرف ما که ما یک جای برایم بیرون. که گفت مدارا قبول کردیم. اما قسم دوستای زیادی که همیشه ما نامشان رو نمیگیریم. قصه این شد که ما بیرون بریم. گرچه من تعهد داشتم نمیبرم آدم بیرون. خب اگر بیرون نمیبرم آدم توانایی ما امین قدر بود که دست میدیم. تسلیحات به اختیار ما قرار داده نشد، تانک به اختیار ما قرار داده نشد، مهمات به اختیار ما قرار داده نشد، خود ما قوت نظامی نبودیم. چی باید میکردیم؟
یعنی مفت اسیر میشدیم، کشته میشدیم. خیام شیوی چینست آدمایی که خرد دارن و عقلانیتش بالا دارن، ما این قبول میکنیم که اگر دشمن سر ما به سادگی موفق شد، این هم یک ناکامی کلان است. اگر تجهیزات و امکانات و اختیارات اختیار ما می بود، بدون شک تا پای مرگ می جنگیدم، مرگ عزتمنده قبول داشتیم، چون ما بارها زخمی شدیم، دست و پای ما شکسته، 32 چره خوردیم، چند بار زخمی شدیم و میال 16 چره پارچه آهن در جانم است، در بدنم است. ما کسی نیستم که راه زندگی کرده باشیم. ما در شکست شوروی ها سم داشتیم، ما در شکست القاعده طالب ها تحریک طالب ها سم داشتیم و ما در تشکیل این حکومت 20 سال در نظام سم داشتیم و حالی هم به مردم خود اطمینان میدیم که ما هستیم، زنده هستیم، مبارزه میکنیم، مقاومت ما دوام داره و ما یک روز بر میگردیم، با هر شیوهی که بوده باشه بر میگردیم. این بر طالب ها است که تجربه تلخ گذشتهشان را تکرار میکنن یا ای که زانو میزنن، قبول میکنن که حکومت همه شمول به شکل واقعیش به خیر و نفع افغانستان است. در غیر او مردم هیچوقت نوکری بیگانه نمیشه و ما نوکری بیگانه نمیشه. آنانی که به داخل باقی ماندن، منظوریم از رهبرها و کلان هاست، زیر چتر و حاکمیت و بیرق طالب ها لمیدن، ولو که ظاهرن میگن که ما به خاطر منافع مردم اینجا باقی ماندیم، ولی من میگم که زیر بیرق بیگانه ها باقی ماندین، لمیدین در اونجا. اگر با کاری به خیر مردم میکنه خوب است، ما تشکر میکنیم، اما هیچ تصمیمی شما که جامعه نبوده باشه، با مشوره همه نبوده باشه، از جانب ما و مردم ما نمایندگی کردن نمیتونه، قابل قبول نیست. طالب ها همه طرف ها را در نظر بگیره، بشینن یک حکومت با قاعده و سه همه شمول با میان بیا که هم دنیا قبول بکنه، هم مورد قبول ملت افغانستان بوده باشه، هم اقوام در تصمیم گیری خود ببینن. ما برای دیکور در دور میز کسی نمیریم، ما میخوایم شریک قدرت بوده باشیم. حق ماست، خاک از ماست، کشور از ماست، از همه ماست، همه ما حق داریم که برای رهبری و ارزی خدمات به کشور سم داشته باشیم. اگر طالبان تجربه تلخ گذشته را تکرار بکنن، چنانچه دیدن، طبیعی است که جنگ شروع میشه، مقاومت شروع میشه، هنوز مردم دلورگی داره، هنوز مردم خسته هستند، هنوز مردم شما را تایید نمی کنند. در اون صورت جنگ شروع میشه و ما آمده هستیم کمر بسته، مثل که در گذشته با 16 نفر آمدیم علیتان جنگیدیم و با ده ها و رسواری را آزاد کردیم و بالاخره افغانستان آزاد کردیم و ما کمر بسته، ولکه با 10 نفر باشه، 100 نفر باشه، از آغاز کار آمده هستیم که پای در یک گوشه جغرافی افغانستان بمانیم، بگذاریم و بعد باز مقاومت ما شکل بگیره. برای امریکا و ناتو خیلی شرم است که افغانستان تنها ریا کردن، حتی همکاران خود تنها ریا کردن و از یک حکومت فاسد تا آخرین لحظه حمایت کردن و میفهمیدن که اینا بیریشه هستن، میفهمیدن که اینا فساد میکنن، میفهمیدن که پول دزدی میکنن، میفهمیدن که اینها پول بیرون میکنن، میفهمیدن که اینا جمهوریت سه نفره است، میفهمیدن که اجماع ملی نیست، میفهمیدن که حکومت با قاعده و سه نیست، میفهمیدن که تعصب است، حسادت است، بخل است، بخیلی است و تمامی رزالتی که میفهمید در حکومت بود، از عیاشی و فساد و فساد اخلاقی و فساد اداری گرفته همه چیز. اما اینا از اینا دفاع کردن، دیدن که برای یک شب تقریبا تمام قوای مسلح از هم پاشید. افغانای مظلوم از تیارا پایین افتید. ایتا نبود که اونا بیعقل بودن. این نشاندهنده عمق نفرت مردم افغانستان از نظام بعدی نشان میده. مردم میخواه آزاد زندگی بکنن. با چرخای تیارا خداویزان کردن، از هوا افتیدن. ببینه که مرگ قبول کرد، زندگی زیر چتر نظامی که هنوز معلوم نیست که چی میکنه، در گذشته خود معلوم بودن، در آینده معلوم نیست که چی میکنن، زیر چتر نظام زندگی را قبول نکردن، ولی اون مرگ که از هوا پرت شدن و شهید شدن قبول کردن. این یک شرم کلان برای امریکا و ناتو هست که مردم افغانستان تنها گذاشتن
و مردمی که در کنار شما استاد شدن، مردمی که بخشش گرچه شما ما را نمیپدرسن، ما شما علاقه زیادن برتان نداشتیم، ولی مردم زیاد شما حمایت کردن، در کنار شما بودن. نکته مهم دیگه که من بگویم که بارها به این نظام فاسد گفتن که بلخ جغرافی بسیار مهم است. ما تجربه داریم که هر بار تحول از بلخ شروع شده با کابل ختم شده، خصوصا سه باری در 43 سال سه بار برتان بگویم. من برای شما گفتم که دفاع بلخ دفاع از نظام است، دفاع بلخ دفاع از کابل است. شکست بلخ، ختم جنگ در بلخ، ختم جنگ و سقوط نظام و سقوط کابل، نتیجه شمیست که کابل و نظام سقوط میکنن. دیدیم که ما هفت و نیم شب سقوط کردیم. شب اعلامیه دادم که توطئه بسیار عمیق است، ما بر اساس توطئه سقوط کردیم. ما هم دادم باید میستیدم که نفت دیدیم، الحمدلله خدا نجات دادیم با توفیق پروردگار. در اعلامیه دومیم امو شبی که سقوط کردیم گفتم که فردا نوبت کابل است، نوبت سران کابل و نوبت تصرف شکست خود کابل است. حرف من مو به مو عملی شد. کسایی گفتن که نه، کابل دو ماه سه ماه مقاومت میکنه. من گفتم فردا سقوط میکنه کابل. ببینید که کابل تنها میگه دار به پیس بود، کابل 10,000 نیروی ویژه بود، کماندو بود، وزارتخانه بود، یک ساعت هم جنگ نکرد. ما میفهمیدیم که جنگ در بلخ تعیین کننده است، سرنوشت ساز است. ولی به هر حال طالب ها تغییر نکردند، گرچه ظاهرا میگن که ما تجربه گذشته، تجربه تلخ گذشته را تکرار نمیکنیم، از تجربه تلخ گذشته آموختیم، ما گذشته ها را تکرار نمیکنیم، انتقام جویی نمیکنیم، کشتار نمیکنیم، تغییر کردیم. اما ما که میبینیم این کارا کلش برای نرم کاری است، نفر میکشن، در خانه به خانه مردم میدراین. همه چیز اسلامی میگفتن، آلی چور اسلامی هم متاسفانه جریان داره، ولی مردم موتر نمانده، خانه به خانه مردم داخل میشن، خانه به خانه تلاشی میکنن، وحشت خلق میکنن، طفل و کودک مردم وحشت برش خلق شده، دلورگی برش خلق شده، خانه های ما رو تکه و پارچه کردن، از ما خوب پرو نمیکنن، برین آباد نگاه کنن، اونجا بشین استفاده بکنین. اما مردم هم تباه کردن، موتر شخصی با کسی، موتر لوکس شخصی با کسی نمانده، وسایل وسایت هم را گرفتن، در فاریاب کشتن. یک قومندان ما رو به نام فیض محمد با 5 نفر شب اول کشیدن، به کشتن، جسدش به دشت انداختن، به کابل بسیار مرموز نفر کشته روان هستن و تعداد شخصیت های نخبه و خوبم در پیش هستن، بسیار آرام و عمیق جستجو دارن. این مردم ما آگاه بوده باشن و طالبا برتان عرض میکنم که تجربه تلخ گذشته را تکرار نکنید. گرچه صحبت ما دراز شد، ولی علاقه داشتم که زیاد صحبت بکنم. استفاده حکومت از قوای نظامی و قوای هوایی به شکل بسیار غلطش هم میتونه که شکست و فروپاشی را خوب رقم زده بوده باشه. من حرفای زیادی دارم، میمانم به صحبت های بعدی. در اینجا خاتمه میتونم. موفق باشین مردم عزیز، ما در کنارتان بودیم، در کنارتان هستیم، در کنارتان حاضر هستیم خون بتیم. جنگ ختم نشده، شرایط هنوز بسیار دراز است، وقتی طولانی داریم، اینا را هم با امتحان بگیریم، بعد وارد باز هم وارد میدان میشیم، یا از طریق حکومتی هم شمول به شکل منطقیش اصولیش، یا از رای جنگ. ما شما را تنها نمیگذاریم. موفق باشین، دردتان، رنجتان، غمتان از عمق قلب درد میکنم، احساس میکنم. من انسانی هستم که از 18 سالگی مبارزه کردم، از 16 سالگی سیاست، 18 سالگی سلاحی گرم مبارزه، تا این دم در کنارتان بودیم، بعد از این میخوایم که در قدم ها و پای شما جان بودم. موفق باشین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.